رای پاک جدا شوه و حساب شوه و کار است که جریان داره و باید با شفافیت به اتمام برسه، انشاءالله انتخابات به دور دوم نمیره. تأخیر در اعلام نتیجه یک ماه بعد از برگزاری انتخابات. نامزدهای مطرح ولی حرف از پیروزی میزنند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چرا به خدمت گرفتن پیشرفته ترین تکنولوژی و تعیین هویت گره از کار انتخابات افغانستان باز نکرده. همچنین در برنامه امشب واکنش های بین المللی به کشته شدن رهبر داعش، میپرسیم آیا میتوان مرگ او را پایانی بر حکومتش نامید؟ پیشبینی صندوق بین المللی پول از کسری بودجه ایران در سال آینده. بر اساس برآورده این سازمان، عمده ترین مشکل ایران افت چشمگیر صادرات نفت است. توقیف دوباره فیلم خانه پدری در ایران، وزارت ارشاد پروانه داد، قوه قضاییه پس گرفت، اختیار با کیست؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. عبدالله عبدالله از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی اتلاف وقت است، اگرچه تیم او برای تأمین شفافیت صبر پیشه کرده. آقای عبدالله البته میگوید که کار انتخابات در همین دور اول تمام است. انتخابات ریاست جمهوری با به خدمت گرفتن تکنولوژی بیومتریک برای تعیین هویت برگزار شد، ولی همین فناوری حالا به گره کور تبدیل شده و کار شمارش و اعلام نتیجه را به تأخیر انداخته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی مرحله بازشماری و بررسی بخشی از آرا شروع می شود. نتایج مقدماتی انتخابات قرار بود حدود 10 روز پیش اعلام شود، ولی حالا به 17 روز بعد موکول شده. مشکل در کجاست؟ گفتگوی اختصاصی داریم با عبدالله عبدالله، ولی قبل از آن گزارشی از علی حسینی. کمیسیون انتخابات میگوید برای تمام 34 ولایت افغانستان هیئت بازشماری و تفتیش آرا در نظر گرفته. هنوز اما دقیق نیست که آرای کدام مراکز رای‌دهی و در کدام ولایت‌ها باید بازشماری شود. شرکت آلمانی در ملوک که سیستم ثبت اطلاعات بیومتریک رای‌دهندگان در این انتخابات را مدیریت می‌کند، قرار است فردا گزارش کاملش را به کمیسیون انتخابات ارائه دهد. بر اساس این گزارش، آرایی که باید بازشماری و تفتیش شود مشخص خواهد شد. به گفته کمیسیون انتخابات، آخرین آمار سطح اشتراک کنندگان در 4مین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را 1,800,000 تا 1,900,000 رای دهنده نشان می دهد. این کمیسیون نتوانست بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات را در 27 میزان مهر اعلام کند. به همین خاطر دوبار از مردم افغانستان معذرت خواست. تهدیدهای امنیتی و حمله هکرها به سرور مرکزی و کند شدن روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک از دلایل این تأخیر اعلام شده. حالا قرار شده که در 5 عقرب آبان نتایج ابتدایی اعلام شود و نتایج نهایی نیز در 16 همین ماه. ولی با اعلام تاریخ جدید، این کمیسیون قادر به اعلام نتیجه نهایی در زمان معین آن نخواهد شد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. همونطور که اشاره شد، گفتگویی داشتم با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان و از نامزدهای پیشتاز. غیر از موضوع انتخابات، گفتگوهای صلح هم از مسائل روز افغانستان. ابتدا از آقای عبدالله پرسیدم که نظر او درباره تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیست؟ خب تأخیر به دلایلی که خود کمیسیون میدانه صورت گرفته، چون یک قسمت بازشماری آرا قرار است که از فردا آغاز شود و قبل از نتایج اعلان نتایج ابتدایی باید صندوق های قرنطینه میرن اونا بازشماری شوند و بحث های تکنیکی هم هست. البته این تصمیم کمیسیون بوده و توقع ما است که وقت هم ضایع نشه، اما در این حال
مهمترین مسئله شفافیت انتخابات است و تأمین شفافیت کامل در پروسه که برای ما اهمیت زیاد داره. پس با تأخیر در اعلام نتایج مشکلی ندارید؟ معترض نیستید به این تأخیر؟ خب توقعی بود که در روز وعده هم همطور سپرده شده بود که در روز اول یا در 48 ساعت اول نتایج ابتدایی اعلان خواهد شد. متاسفانه در او شرایط قرار نداریم، اما تأکید ما روی شفافیت انتخابات است از یک طرف و هم ضایع نشدن وقت. اگر وقت برای تأمین شفافیت بیشتر در انتخابات به کار است، او دیگه تصمیم کمیسیون است. آقای عبدالله، بعد از اعلام نتایجی که این طرف اون طرف از میزان مشارکت بیان میشد، شما اعلام پیروزی کردید، گفتید که بر اساس اطلاعات شما پیروز هستید. بعد از اون تقریبا بیشتر از 700 هزار رأی از شمارش خارج شده، هنوز هم شما میگید برنده هستید، بر چه اساسی؟ خب اعلان برنده و غیر برنده را کمیسیون انتخابات میکنه. ما در ابتدا در مورد میزان مشارکت هم نظر خود داشتیم و میگفتیم که پایین تر از 2 میلیون هست. حالا ثابت شد که میزان ما قدر است و در این حال از وضعیت انتخابات، از رای دهنده ها، از وضعیت رای تقلبی که رای گفته شده نمیتونه یا کوشش برای تقلب، از همه اینا آگاه بودیم، اما ما اعلان پیروزی نکردیم. در این حال از بالا بودن رای خود مطمئن هستیم. اشاره کردید که در دور اول نتیجه معلومه و تیم شما تیمی است که برنده انتخابات خواهد بود. این چیزی بود که شما گفتید، نگفتید؟ من خدمت شما میگم که حالا هم اگر که رای پاک جدا شوه و حساب شوه و کار است که جریان داره و باید با شفافیت به اتمام برسه، انشاءالله انتخابات به دور دوم نمیره. با چه درصدی فکر میکنید که برنده هستید؟ خب جزئیات است که مسئولیت من است در موردش صحبت بکنم. من قبلا هم خدمت شما گفتم که تاکید ما روی شفافیت انتخابات، بی‌طرف بودن کمیسیون ها، استقلالشان و کار روی آوردن نتایج پاک و اعلانش برای مردم افغانستان باید صورت بگیره. افراد ستاد انتخاباتی رقیب شما درصد میدن، میگن بین 59 تا 61 درصد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهد بود. شما رقمی اعلام نمی کنید ولی ضمن اون هم میفرمایید که برنده هستید. چطور به چنین نتیجه رسیدید؟ اونا در مورد نمیخوام که تبصره در مورد حرفای اونا بکنم، اما فکر بکنید دلو روزا مهربانتر شدن. از 80 درصد حال به یک مرحله به 69 رسیدن، بعد به 59، بعد به 54، باز 52 میگن. خب اینا رو شما برفای اونا هم گوش بدین و پروسه رو هم تعقیب بکنین، انشاءالله نتایج اصلی به دستان میه. در هر صورت وقتی مشارکت به پایین تر از 2 میلیون نفر میرسه، احتمالاً کاندیدای برنده با 1 میلیون خورده رای رئیس جمهور بعدی افغانستان خواهد بود. در مورد مشروعیت قانونی حرف نمیزنی، ولی در مورد مشروعیت اخلاقی انتخابات چی فکر میکنید؟ فکر میکنید رئیس جمهوری بعدی با کمتر از 5% آراء مردم افغانستان حمایت کافی رو برای اجرای برنامه خودش داره؟ در رابطه به اینکه دلیل عدم مشارکت مردم به سطح بالا دلایل زیادی داره که الان وقت تفصیل از اون نیست. متاسفانه شرایط امنیتی یکی از مسائل بود و هم عدم اطمینان مردم به پروسه. بنابر انتخاباتی که قبلا صورت گرفته بود، انتخابات پارلمانی یا انتخابات های گذشته و دلایل دیگری هم داشت، اما به هر صورت مشروعیت قانونی وجود می داشته باشه، مسئولیت رئیس جمهور منتخب ای خواد بود که همه مردم افغانستان در نظر بگیره و مصلحت همه مردم افغانستان در نظر بگیره و اجماعی را در مورد برنامه های ملی به میان بیاره. این در هر حال ضرورت بوده، با مشارکت بیشتر یا مشارکت کمتر این چیزیست که ثبات سیاسی ایجاب میکرده و خصوصا با شرایط مشارکت کمتر مردم این مسئله حتمی میشه. آقای عبدالله، بیشتر از حدود 1 ماه هست که از انتخابات میگذره،
شما به با توجه به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات به این کمیسیون اعتماد دارید؟ نتیجه‌ای که این کمیسیون اعلام بکنه مورد قبول شما هست؟ خب هنوز بخش زیادی از پروسه هم باقی مانده و کمیسیون و مسئولین و کارمندایشان در یک امتحان بزرگی قرار دارند و در جمع قضاوت مردم افغانستان اعتماد و عدم اعتماد مبتنی می باشد بر عملکرد قانونمند، عملکرد بی‌طرفانه با حفظ استقلال و در مطابقت با قانون و پاک کردن رأی. و به او اساس فکر میکنم که تنها مسئله یک کاندید هم نیست که مسئله همه مردم افغانستان مطرح می باشه. تا اینجا آیا اعتماد شما رو جلب کردن از نظر شفافیت و آنچه که باید انجام بشه یا نه؟ جای مشکلات داشته تا این جای پروسه هم شما میدانید که باز شدن قفل یا مهر اولاک یکی از محلات، یکی از اتاقهایی که در اوجه دستگاه تکنیکی قرار داشت و همین اینها سوال برانگیز بود. قبل بر او مسئله لستای رای دهندگان، فهرست رای دهندگان، ترتیبش که درست وجود نداشت و تعداد زیاد مردم محروم شدن از حق رای دادن، در امون روز انتخابات مشکلات وجود داشت، تصامیم گرفته شده بود، همه اینها. اما ما اعتماد ما فعلا بر امی کمیسیون است و از امی کمیسیون توقع داریم که با همه مشکلاتی که وجود داره مردم افغانستان توقع دارند که انتخابات شفاف و نتایج شفاف اعلان شود. آقای خلیلزاد مهمان شما بودند، دیدار داشتند با شما. اگر به موضوع صلح بپردازیم، چه نکته جدیدی در گفتگوهای شما با آقای خلیلزاد مطرح شد؟ ایشون آیا طرح جدیدی برای صلح دارن؟ در حقیقت جنبندی کوشش هایی بود که در این مدتی که آقای خلیلزاد سفرهای داشت و پاکستان و بعدتر به ایالات متحده آمریکا، اروپا، مسکو، در جریان همی جریانات قرار گرفتیم و موقف و توقعی که تقریبا او در راستای خواست مردم افغانستان هم هست که با امضای موافقتنامه باید کاهش خشونت صورت بگیره بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها، وقتی که موافقتنامه امضا میشه همزمان به او باید شاهد کاهش خشونت باشیم و هم در جریان مذاکرات بین الافغانی شاهد آتش بس سراسری باشیم که تا به حال طالب ها جواب آخری خود به قضیه ندادن و هم در موردی که آمادگی برای ایجاد یک تیم همشمول برای شروع مذاکره باید در طرف دولت افغانستان و سایر سیاسیون باشد. اینا مسائل عمده بودند، اما بیشتر جنبندی تمام فعالیت ها و کوشش هایی بود که در این مدت صورت گرفته بود و شریک ساختنش با ما. پس آتش بس این بار یک پیش شرطه؟ آتش بس یک ضرورت است وقتی که مذاکره آغاز میشه و در این حال جنگ در سراسر افغانستان ادامه داشته باشه، او یک محیط مناسب برای ادامه مذاکره نخواهد بود. البته یک لازمه موفقیت مذاکرات هم امی است و جدی بودن اطراف هم نشان میده، چون این تنها از طالب ها خواسته نشده، از همه جانب خواسته شده، از هر دو طرف خواسته شده. از این لحاظ فکر میکنم کمک میکنه برای ایجاد اعتماد و تقویت اعتماد در مراحل بعدی. طالبان دولت رو به رسمیت نمیشناسن، به احتمال زیاد دولت بعدی رو هم به رسمیت نخواهند شناخت، حکومت بعد. چطور میشه این بنبست رو شکست؟ باز هم یگانه راهش مذاکره است. باز هم یگانه راهش گفتگو هست، بحث است و مسائل مطرح کردن است و یک راه حلی که مورد قبول هر دو طرف یا اطراف باشه پیدا کردن است. آقای عبدالله، صرف نظر از این حرف کلی که راه حل مذاکره است، جنگ نیست، شما ابتکار عمل مشخصی دارید که این بنبست شکسته بشه؟ طرح مشخص شما، حرف مشخص شما در گفتگوها؟ اولین حرف شروع مذاکره است، اولین قدم. خب کارهای دیگه صورت گرفته، شاید هنوزم ضرورت باشه. دیالوگی که در چند مورد صورت گرفت از جمله در قطر، اینا باید زمینه ساز مذاکرات مستقیم میشد.
هیچ طرحی که یک طرفه باشه و یک طرف بر از او پافشاری داشته باشه و بخواهی او را تحمیل کنه به طرف مقابل، او عملی نیست. شروع مذاکره و گفتگو و بالاخره در چند قدم رسیدن به یک رای حل صلح‌آمیز که در او مردم به زندگی صلح‌آمیز برسن، مردم افغانستان. گفتگوی دعا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و از نامزدهای پیشتازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. جامعه بین الملل و دولت‌های سراسر جهان از کشته شدن رهبر داعش در عملیات آمریکا استقبال کردند. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که ابوبکر بغدادی در شمال غرب سوریه و محلی که پنهان شده بود کشته شده. با وجود استقبال دولت‌های مختلف، سیاستمداران و کارشناسان هم نظر هستند که با وجود مرگ ابوبکر بغدادی، انتظار می‌رود حمله‌های این گروه و آنهایی که به آن تعلق فکری و عاطفی دارند ادامه پیدا کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این اثر به جامانده از عملیات آمریکا برای کشتن ابوبکر بغدادی است. محل اختفای او اینجا با خاک یکسان شده. اطرافیان رهبر داعش یا کشته شدند یا تسلیم. روایت دونالد ترامپ از این عملیات آن بود که ابوبکر بغدادی با یک جلیقه انتحاری دست سه کودکش را گرفت و به داخل یک تونل فرار کرد. ولی وقتی به بن‌بست رسید، خود و فرزندانش را منفجر کرد. مقامات پنتاگون امروز ضمن تکرار روایت دونالد ترامپ از عملیات دیشب فقط این نکته را هم اضافه کردند که دو نفر از اعضای داعش در این عملیات به اسارت گرفته شدند. لحظات پایانی عمر پرماجرای ابوبکر بغدادی اینجا در باریشا واقع در شمال غربی سوریه گذشت. آمریکا میگوید همسایگان سوریه از جمله عراق، ترکیه و همچنین روسیه همکاری خوبی از خود نشان دادند. این عملیات بی نقص بود و موفقیت آن در گروه همکاری دیگر دولت‌ها. من می‌خوام از روسیه، ترکیه، سوریه و عراق و همچنین کردهای سوریه تشکر کنم. رهبران گروه‌های کرد مورد اشاره گذرای دونالد ترامپ قرار گرفتند، اما اصرار داشتند که تأکید کنند نقش آنها در یافتن و کشتن ابوبکر بغدادی کلیدی و از همه مهمتر بود. در نتیجه 5 ماه کار مشترک اطلاعات نظامی نیروهای دموکراتیک کرد سوریه و آمریکا و با هماهنگی در بالاترین سطوح، سرکرده گروه تروریستی داعش به هلاکت رسید. اما دولت عراق هم نخواست از قافله کسب اعتبار در عملیات کشتن داعش عقب بماند. این توییت رسمی دولت عراق است. به دنبال فعالیت‌های گسترده دستگاه‌های اطلاعاتی عراق در طول یک سال گذشته، ما موفق شدیم با دقت محل اختفای ابوبکر بغدادی تروریست را در ادلب سوریه پیدا کنیم. واکنش‌های بین‌المللی به کشته شدن ابوبکر بغدادی اساساً این بود. مرگ او یک ضربه بزرگ به داعش است، ولی تفکر و خطر داعش همچنان پابرجاست. زیرا بسیاری از افراطیون اسلامی در جهان به داعش وابستگی اعتقادی دارند تا سازمانی. بیشتر نگرانی‌ها از طرف کشورهای جنوب شرقی آسیا ابراز شد. اندونزی، مالزی و فیلیپین که با مشکل نفوذ افراطیون دست به گریبان هستند. مخصوصا فیلیپین که سال گذشته شاهد 4 حمله انتحاری و 5 ماه اشغال یکی از مناطق خود به دست نیروهای وابسته به داعش بود. دولت سریلانکا از عملیات آمریکا برای کشتن ابوبکر بغدادی تجلیل کرد، با این یادآوری که سال گذشته 250 نفر در جریان عید پاک بر اثر عملیات خرابکارانه داعش کشته شدند. در افغانستان تعداد نیروهای داعش 2 تا 3 هزار نفر برآورد شده. داعش در این کشور رقیب طالبان است که به عنوان یک نیروی اسلامگرای افراطی قدرتش این سالها در افغانستان بیشتر هم شده. یک سخنگوی طالبان نیز از کشته شدن ابوبکر بغدادی استقبال کرد. دیروز که اخبار مرگ ابوبکر بغدادی در کانون خبرها بود، ایرانیان درگیر سالگردهای سوگواری مذهبی خودشان بودند. منابع آمریکایی میگویند ابوبکر بغدادی و تلویزیون ایران تنها به ذکر کوتاه خبر اکتفا کرد. اما امروز تلویزیون ایران کوشید صحت اصل خبر را زیر سوال ببرد. ابراز شک و تردید کارشناسان و برخی رسانه‌ها درباره روایت آمریکایی‌ها از حرکت در این بخش خبری به تمام نظریه‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به مرگ ابوبکر بغدادی ابراز تردید کرده‌اند پرداخته شده. از جمله اینکه وزارت دفاع روسیه گفته است اطلاعات قابل اطمینانی درباره عملیات ارتش آمریکا ندارد. روز گذشته دونالد ترامپ از آنچه همکاری فوق‌العاده روس‌ها نامید تشکر کرد. جنبه دیگر واکنش‌ها در بعضی محافل ایران و بعضی دیگر نقاط جهان این بود که اگر آمریکا واقعاً ابوبکر بغدادی را کشته،
دست پرورده خودش را کشته که تاریخ مصرفش تمام شده بود. تحلیلی که هرچند با واقعیت‌ها و تحلیل‌های کارشناسی همخوانی ندارد، اما فرمول ساده‌ای را برای یک فهم پدیده پیچیده به نام ابوبکر بغدادی، داعش و افراطی‌گری اسلامی ارائه می‌دهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. قبل از برنامه گفتگویی داشتم با اسکات اتران، مؤسس مرکز تحقیقات جنگ‌های نامنظم در دانشگاه آکسفورد. او مردم شناسی است که در مورد جهادی‌ها و گروه‌های افراطی تحقیق می‌کنه. از او پرسیدم که آیا مرگ رهبر داعش گروه‌های افراط‌گرا رو تضعیف می‌کنه؟ فکر نمی کنم خیلی از این نظر شایان اهمیت باشه. استراتژی نابود کردن رؤسای برداشتن رؤسای این شبکه‌های تروریستی در گذشته خیلی جواب نداده. ممکنه که بعضی مواقع اگر که یک کیش شخصیتی در کار باشه جواب بده، اما در مورد دولت اسلامی چنین نبوده. ما در تاریخ دولت اسلامی شاهد بودیم که شخصیت‌های کاریزماتیک مثل ابو مصعب از زرقاوی یا دیگران جای خودشون رو چند ماه بعد به یک شخصیت دیگری میدن و حتی بعد از افزایش نیروهای آمریکا در عراق که در نهایت به عقب نشینی آمریکا، به خروج آمریکا در سال 2011 از عراق منجر شد، دیدیم که اون شبکه قوی‌تر و قوی‌تر شد و در عراق و سوریه فعالیت‌هاشون رو شاهد بودیم. ضمن اینکه اگه بخوایم به سال کنونی 2019 نگاه کنیم، الان واقعیت اینه که دولت اسلامی به نیروهایی در سراسر جهان، شعبی در سراسر جهان داره، حدود 14 شعبه داره، در آفریقای مرکزی، در پاکستان، در ترکیه نیروهایی بودن که ابراز بیعت کردن با دولت اسلامی. و حتی اگر خود دولت اسلامی با از نبود شخصی مثل رهبر اصلیش البغدادی تضعیف بشه، همچنان این شاهد آشوب در سوریه خواهیم بود و باید بعد از دوران 11 سپتامبر به خاطرمون داشته باشیم که شمار حملات خشونتبار از جانب جهادی‌ها چند برابر شده. شاید کمتر از 50,000 نیرو در سوریه داشته باشند، شبیه اون رو در افغانستان داشته باشند، شاید 30,000 تا 40,000 نفر در پاکستان داشته باشند، شاید 15,000 نفر در عراق و حدود 5,000 در الجزایر داشته باشند و شاید حدود 5,000 تا هم در سومالی. بنابراین با وجود این واقعیت که رهبر اونها و رهبران اونها در گذشته پی در پی نابود شدن، جنبش همچنان ادامه داره و شاهد آشوب در سوریه و همینطور در لیبی و یمن هستیم. بنابراین من خودم هیچ نتیجه یا نقطه عطف بزرگی رو در نتیجه این تحول نمی‌بینم. به نظر میاد که شاهد افزایش پیوسته و فزاینده این تهدید باشیم در آینده. ولی این افرادی بودند که برای سازماندهی نیروهایی که شما بهشون اشاره کردید کلیدی بودند. این افراد دیگه نیستن، قدرت سازماندهی اونها هم از بین رفته. اینطور فکر نمی کنید؟ Not necessarily. Remember Abbas al-Musawi, who was taken out as Secretary General of Hezbollah and a much more competent. لزوما نه. مثلا یادم باشه که مورد حزب الله لبنان، مثلا عباس موسوی جای خودش رو به شخصیت‌های قوی‌تری داد. در طالبان بعد از المنصور که آمریکا کشتنش، باز هم طالبان به همون قدرت همیشگی خودشون هستن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که لزوما اینطور باشه. باز بگم نیاز به یک کیش شخصیت هست و نیاز به یک نابودی کامل شبکه. مثلا برخلاف آلمان نازی که تمام شبکه و تمام زیرساختها رو نابود کردن و خب کیش شخصیت هم بود، اون وقت قضیه فرق می‌کرد. ولی تا زمانی که این منطقه، خود منطقه دچار آشوب باشه، فکر می‌کنم که این جنبش همچنان به حیات خودش ادامه خواهد داد با وجود حذف رهبرش. خب چطور میشه چه این کاری کرد؟ خب این یک سوال خیلی بزرگ و خوبیه. اول باید یک شرایطی در خاورمیانه حاصل بشه که همه قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های
منطقه‌ای با همدیگه همکاری کنن و نیاز خواهد بود همچنین که یک آشتی صورت بگیره در سطح جهانی بین نیروهایی که خواستار احیای مکتب سنی هستند و رقابای اونها و خب اگر چنین چیزی پذیرفته نشه و این ترسی که همچنان در غرب وجود داره ادامه داشته باشه خب واکنش به این ترس مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه در این اختلاف بین شیعه و سنی رو داریم در خاورمیانه و این وضعیت ادامه خواهد یافت. گفتگوی بود با اسکات اتران مؤسس مرکز تحقیقات جنگ‌های نامنظم در دانشگاه آکسفورد. و اما بین حرف‌های مسئولان ایران از وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی تفاوت زیادی هست. صندوق بین‌المللی پول IMF در گزارش تازه خودش میگه که ایران وارد رکود اقتصادی شده و برای جبران نیاز به فروش نفت با بیشتر از 3 برابر قیمت فعلی داره. اگر نگاهی بکنیم به آمار و ارقامی که IMF اشاره کرده به این معنا که ایران برای سال آینده و برای جبران کسری بودجه خودش به فروش هر بشکه نفت به قیمت 194 دلار نیاز داره. این در حالیه که قیمت هر بشکه نفت برنت مثلا در معاملات امروز به زیر 62 دلار رسیده. تخمین زده شده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی حدود 9.5% کوچکتر بشه. سهم تولید ایران در بازار جهانی نفت در سال 2017 میلادی 5.5% بوده که در پایان سال قبل به حدود 4% کاهش پیدا کرده. و اما صادرات نفت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها شدیداً کم شده. آمریکا خب همه دربارش میدونیم، سیاستی که آمریکا اون رو فشار حد اکثری توصیف میکنه و ایران هم اسمش رو گذاشته تروریسم اقتصادی. امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته که در بودجه آینده میخواد درآمدهای نفتی ایران رو با تعریف منابع جدید مالیاتی و اداره ارزانتر کشور جایگزین کنه. هزینه زیادی در کشور در حال انجام هست. بر اساس قانون بودجه سال 1398 448 هزار میلیارد تومان باید برای خدماتی که الان داره صورت میگیره مصرف بشه. سوال اینه که آیا ما میتونیم ارزونتر کشور رو اداره بکنیم، هزینه های کمتری رو بپردازیم و خدمات بهتری رو به مردم ارائه بکنیم؟ و اما سازمان های بین المللی نیمه پر لیوان را هم دیدند. مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول گفته که در سال آینده تحریم های آمریکا تأثیر بیشتری بر ایران نخواهد داشت. از طرف دیگه استیو مینوچین وزیر دارایی آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که به فشار بر ایران همچنان ادامه خواهد داد. سیاست فشار حداکثری با اعمال تحریم ها را عملی کردیم. سیاست ها جواب دادن، دارن جواب میدن. منابع مالی ایران رو قطع کردن. همونطور که آقای نتانیاهو گفت به بیشتر و بیشتر کردن فشار ادامه میدیم. من الان از یه ناهار مثمر ثمر با تیم آقای نتانیاهو اومدم. یه سری ایده مشخص به ما دادن که ما ازشون پیروی میکنیم. استیو مونیچون بود وزیر دارایی آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. به هر حال این وضعیتی است که از وضعیت اقتصادی ایران کم و بیش توصیف شده. بورقان نظامی نرجاباد تحلیلگر اقتصادی از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای نظامی، در هر صورت وقتی نگاه میکنیم کسری بودجه محتمل هست، چه بسا اینکه حتمیه، تورم هم داره افزایش پیدا میکنه. اینها رو وقتی کنار همدیگه میگذاریم تأثیر اون رو روی اعتبارات بانکی چطور میبینید؟ بانک های ایران مدت هاست که تواناییشون رو برای خلق اعتبار جدید به بخش خصوصی از دست دادن. تجمع دارایی های سهمی که همون وام های مشکوک الوصول هستن، ترازنامه بانک ها رو به طرز فجیع ضعیف کرده. برای همین در 2 سال گذشته که مثلا نرخ تورم در
حدود سالانه بالای 30% بوده هر دو سال، ما میبینیم که اعتبار اسمی بانک خصوصی تنها حدود 20% در سال رشد داشته. این یعنی اعتبار واقعی بانک ها به بخش خصوصی نرخ واقعی رشد منفی 10% در سال بوده که این کاهش اعتبار به بخش خصوصی رو اثرش رو ما در بخش واقعی اقتصاد هم میبینیم. دولت برای جلوگیری از تبدیل شدن این شبه ورشکستگی بانک ها به یک ورشکستگی کامل و بحران بانکی فراگیر، ابتدا به صورت افسار گسیخته‌ای دو سال پیش اجازه داد که بانک ها استقراضشون از بانک مرکزی رو افزایش بدن. اما سال گذشته برای پرهیز از ابرتورمی شدن شرایط، ترمز این استقراض بانک ها از بانک مرکزی رو کشید. اما همچنان از طریق صندوق ذخیره ارزی به بانک ها وام داد برای اینکه بانک ها رو همچنان تا حدی سرپا نگه داره و از ورشکستگی کاملشون جلوگیری کنه. حالا با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، کسری بودجه و همینطور شرایط تورمی، این مسکن‌های کوتاه مدتی که دولت در دو سال گذشته به کار برده دیگه کارایی نداره و همطور که در سخنان رئیس بانک مرکزی ایران هم بارها تکرار میشه، مهمترین معضل الان جریان اعتبار از طرف بانک ها به بخش خصوصی هست. در این شرایط بانک مرکزی چه کاری از دستش برمیاد؟ تمرکز بانک مرکزی و دولت به صورت کلی باید بر پاکسازی ترازنامه بانک ها و همینطور کنترل تورم، جلوگیری از ابرتورمی شدن شرایط باید باشه. برای این کار از یه طرف باید تلاش کنن که کسری بودجه شدید دولت رو از طریق انتشار اوراق قرضه، ترجیحاً اوراق قرضه بلند مدت برطرف کنن و به شدت از استقراض از بانک ها، به خصوص استقراض از بانک مرکزی از طرف دولت بپرهیزند. از طرف دیگه باید سعی کنند که با تعیین تکلیف این وام های مشکوک الوصول، همینطور با شریک کردن سپرده‌گذاران بزرگ در ضررهای این بانک ها، ترازنامه بانک ها رو تمیز کنن و دوباره اجازه بدن که بانک ها به فعالیتشون ادامه بدن. البته برای اینکه هر دو کار رو انجام بدن، دولت باید اجازه بده که بانک مرکزی از این سیاست فعلی وحشتناک چند نرخی بودن ارز فاصله بگیره، بره به سمت واقعی کردن نرخ ارز، که این هم به تقویت ترازنامه خود دولت و هم ترازنامه بانک ها کمک خواهد کرد. بسیار ممنونم از بورقان نظامی نرجاباد، اقتصاددان از واشنگتن دی سی با ما. اما نمایندگان مجلس بریتانیا دقایقی قبل یک دفعه دیگه با پیشنهاد دولت برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی مخالفت کردند. این پیشنهاد به رأی 2/3 نمایندگان احتیاج داشت، ولی با رأی ممتنع حزب کارگر، دولت بوریس جانسون در این زمینه ناکام موند. این در حالیه که 3 روز مونده به موعد برگزیت، اتحادیه اروپا با تعویق 3 ماهه تاریخ خروج بریتانیا از این اتحادیه موافقت کرد. تصاویر زنده هم داریم از پارلمان که التهاب سیاسی اون رو میتونیم این روزها ببینیم. گاهی وقتها بسیار شلوغ و پر سر و صدا، گاهی وقتها هم بسیار خالی، به خاطر اینکه نماینده ها میرن برای رأی دادن در دهلیزهای متعدد. البته اتحادیه اروپا این گزینه رو هم به بریتانیا داده که اگر توافقنامه خروج زودتر به تصویب مجلس رسید، این کشور بتونه 1 یا 2 ماه دیگه زودتر در حقیقت اتحادیه اروپا رو ترک کنه. الان تصاویر زنده رو میبینید، جان برکو رئیس مجلس هست که سعی میکنه نظم رو برقرار بکنه در مجلس. I understand
I understand a bill will be tabled tomorrow. We will obviously look and scrutinise that bill, and we look forward to a clear, definitive decision that no deal is absolutely off the table and there is no danger. می‌بینیم رهبر حزب کارگر رو او موفق شده که تلاش دولت رو برای برگزاری انتخابات زودرس خنثا بکنه. در هر صورت بوریس جانسون گزینه‌های متعددی داشته که تا حالا برای اجرا کردن اونها چندان به موفق نبوده. اولش این بود که تا آخر همین ماه میلادی، یعنی چند روز دیگه، بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج بکنه. قبل از این گفته بود که اگر از آسمون سنگ بباره، اگر کشته بشه، حتما این کار رو خواهد کرد. قولی بود که به رای دهنده ها داده بود، نتونسته این کار رو انجام بده، اگرچه بر اساس نظرسنجی ها خیلی از رای دهنده ها و هواداران حزب محافظه‌کار چندان هم اون رو مقصر نمیدونن در این زمینه. به هر حال لحظات بسیار حساسی است در تاریخ بریتانیا، در تاریخ ارتباط این کشور با اتحادیه اروپا، و یک جنجال سیاسی هست که سالهاست به راه افتاده. معلوم هم نیست که کار به کجا خواهد رسید. بهرنگ تاجدین از بیرون این ساختمان پر سر و صدا مجلس بریتانیا با ماست. پشت سرش هم طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا و همینطور یک تعدادی هم از طرفداران خروج پرچم‌های خودشون رو نصب کردن. بهرنگ، بگو چه اتفاقهایی داره میفته اونجا. ببین جمال، این بار سومی بود که بوریس جانسون تلاش کرد یک انتخابات زودرس پارلمانی برگزار کنه. آقای جانسون معتقده پارلمان فعلی برگزیت رو به انجام نمیرسونه، یعنی حداقل اون نسخه ای از برگزیت رو که آقای جانسون میخواد و این توافق جدیدی که همین یکی دو هفته پیش با همین هفته پیش با اتحادیه اروپا به دست آورد، به اون توافق حاضر نیست این پارلمان با اون سرعتی که آقای جانسون میخواد عمل کنه و تصویبش کنه. در نتیجه باز هم تلاش کرد امروز با یک رأی‌گیری از نمایندگان مجلس بخواد که با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی موافقت کنند. نکته اینجا بود که به رأی 434 نماینده، یعنی 2/3 کل نماینده ها احتیاج داشت که این اتفاق بیفته، اما تنها 299 نفر رأی دادن. البته این آخر کار نیست، به این خاطر که دولت در چند ساعت گذشته گفته که اگر که امروز هم نماینده ها باز مخالفت کنن، اون تعدادی که لازمه رأی ندن، دولت فردا یا حداقل در ادامه هفته تلاش میکنه با آوردن یه لایحه خیلی کوتاه اون قانونی رو که میگفت 2/3 نماینده ها باید با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کنن، اون قانون رو موقتا تعطیل کنه تا یک انتخابات برگزار بشه. ببین، نکته ای که وجود داره اینه که حزب اصلی مخالف، حزب کارگر، میگه سه شرط داره برای موافقت با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی. اینکه در طول دوران انتخابات امکان خروج بی توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا نباشه، که خب وقتی اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت موافقت کرده این احتمالاً برآورده میشه. دومش این که تاریخ انتخابات در قانون نوشته شده باشه، که اونم اگر لایحه‌ای بیاد نماینده ها میتونن تاریخ رو بذارن تو قانون. و سومیش این که همه مخصوصا دانشجوها بتونن رأی بدن. تاریخی که دولت بریتانیا پیشنهاد کرده بود برای برگزاری انتخابات که 12 دسامبر بود، تاریخیه که خیلی از دانشجوها در بریتانیا به خاطر تعطیلات کریسمس برمیگردن به شهر خودشون و این باعث میشه نتونن توی شهری که اونجا زندگی میکنن، یعنی شهر دانشگاهشون، رأی بدن. حالا صحبت از اینه که اگه این تاریخ رو 3 روز بیارن عقب‌تر، شاید دانشجوان بتونن رأی بدن. در نتیجه فعلا دعوا سر 2-3 روزه و حالا باید ببینیم در ادامه هفته آیا این لایحه پیشنهادی دولت به مجلس میاد و تصویب میشه یا نه. و بهرنگ، وقت زیادی نداریم، گفتی که هفته بعد تکلیف روشن‌تر میشه، ولی بالاخره اوضاع به کدوم سمت میره؟ بسیار کوتاه لطفا. سوال خیلی خوبیه، راستش رو بخوای جوابشو نمیتونم با قطعیت بگم. چیزی که میتونم بگم اینه که شواهد فعلی نشون میده که احتمالاً در طول 2 ماه آینده قبل از موعد برگزیت یک انتخابات پارلمانی جدید برگزار میشه. انتخابات پارلمانی که توش دولت، حزب حاکم محافظه‌کار، به رای دهنده ها میگه که به ما رای بدید تا
برگزیت رو به سرانجام برسونیم و حزب مخالف میگه که اولا شما به بوریس جانسون نمیتونید اعتماد کنید، مگه نگفته بود که ترجیح میده تو جوب بمیره ولی تاریخ برگزیت به تعویق نیفته؟ دیدید که تاریخ برگزیت به تعویق افتاد، نمیتونید اعتماد کنید. و در ثانی میان میگن که مخصوصا حزب اصلی مخالف، حزب کارگر، میگه که به حزب کارگر رأی بدید تا یک انتخابات، یک رفراندوم دیگه برگزار بشه و شما بتونید انتخاب کنید، نظر آخر رو مردم بدید. به نظر میاد این سریال برگزیت برای حداقل 3 ماه دیگه تمدید شده. من نمیتونم از الان به شما تضمین بدم که تو 3 ماه دیگه تموم میشه. خیلی خیلی ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. تو اگه نمیتونی، هیچ کس دیگه هم نمیتونه چه این تضمینی رو به ما بده. حسین انتظامی رئیس سازمان سینمای ایران از رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواسته زمینه‌های رفع توقیف فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری را فراهم کند. این فیلم که در سال 89 ساخته شده، امروز برای دومین بار توقیف شد و بعضی عوامل آن تحت پیگرد قرار گرفتند. مریم زهدی گزارش می‌دهد. خانه پدری، این اولین بار نیست. خانه پدری سال 89 ساخته شد و امروز برای دومین بار توقیف. اولین بار بعد از حدود 3 سال و امروز بعد از تنها چند روز اکران. رفع توقیفش را عده‌ای دستاورد فرهنگی دولت حسن روحانی قلمداد کرده بودند. خانه پدری قصه خانه است که مردان آن به زنانش ظلم می کنند. مردانی که اهل تعزیه و تعزیه خانی هستند. این بار توقیف تنها نبود. دادستان تهران علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم خانه پدری، گفته کلیه مرتکبان و مقصران هم تحت تعقیب هستند. ولی مشخص نیست این مقام قضایی به چه کسانی اشاره می کند. منتقدان سینمایی می گویند خانه پدری نماد ایران است و ظلمی که به زنان خانه قجری می شود نماد ظلم روزگار حاضر به زنها. آنجا که مشخصه، خب این یک فیلم نمادگراست. فیلم رو من همون سال جشنواره دیدم و با اتفاقاتی که افتاده و شنیده شده، فیلم بدون جرح و تعدیل و اصلاحیه‌ای قراره که پخشش را به صورت کامل متاسفانه. خب فیلم به عنوان خانه پدری است. خانه پدری نماد از کشور ایرانه که در طی قرون مختلف و فرهنگ صده‌های مختلفی زندگی خانواده‌ای رو نشون میده، از یک پدر جدی تا پدر بزرگ و پدر و فرزند، که در یک چیز مشترکن اینا و همگی مردها در این خانه، که کل اتفاقات هم در این خانه اتفاق میفته و هیچ صحنه خارجی این فیلم خارج از این خونه نداره، همه به زنان ظلم میکنن. منتقدان به خشونتی که در فیلم تصویر شده اشاره می‌کنند. صحنه‌ای منزجر کننده ای داره. اگر که بخواد رده‌بندی سنی داشته باشه، حتما باید بالای 18 سال باشه. برخی منتقدان سینمایی هم به شدت طرفدار این فیلم هستند. یک سکانس افتتاحیه شاهکار داره که من فکر می‌کنم یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های افتتاحیه توی سینمای کشور ما باشه. اما آقای عیاری قبلاً به این انتقادها جواب داده بود. به خودشون اجازه میدن که داوری کنن، به این معنا که ممکنه لحن و گویش این فیلم یا مسئله مطرح شده در این فیلم با به طبع مردم نباشه، چون این نیست. بله، ممکنه یک صحنه در فیلم باشه که تکان دهنده باشه برای تماشاگران، اما مصرف این صحنه به گمان من بسیار لازم است برای اینکه فیلم رو کاملا در ارتباط با تماشاگر قرار بده، به فیلم منگنه بشن تماشاگران و بچسبن و بتونن این فیلم رو که داستان خیلی پیچیده‌ای نداره و گره‌های دراماتیک خاصی هم در لحظات بعد از اون صحنه اول نداره، درک کنن، دریافت کنن. حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، از توقیف این فیلم انتقاد کرده ولی در توییتر پیشنهادی هم ارائه کرده. تصمیم گیری در امور فرهنگی باید به مسئولان و متخصصان همین حوزه واگذار شود تا بر اساس خواست مردم عمل کنند و شائبه خانه پدری از طریق گفتگو و هر گونه دخالت جهتدار و مخالفت با اراده ملت از بین برود. امیدوارم مسئله توقف نمایش فیلم برای مقاماتی که دستور به توقیف دادند حل شود. حساسیت مقامات قضایی در واکنش سریع به این فیلم و توقیف آن مطمئناً با بازتاب‌های کم سابقه این فیلم در میان اقشار مختلف جامعه رابطه مستقیم دارد. مریم زهدی، BBC.
در این باره بیشتر گفتگو میکنیم با بهمن فرمانارا، کارگردان از تهران با ما، و همینطور ناصر صفاریان، فیلمساز و منتقد سینما از بازم از تهران با ما. آقای صفاریان، دلیل توقیف و این همه ماجرا چیه؟ یک بار اجازه پخش داده شده، خود فیلم هم توسط یک نهاد رسمی حمایت مالی شده. سلام بر شما و شبتون بخیر. فیلم همونطوری که شما اشاره کردید، مشکلی که براش پیش اومده بار اول نیست، برای سومین باره که تقریبا این اتفاق داره پیش میاد و همین ماجرا رو پیچیده تر میکنه. اون چیزی که مخالفان روش دست میذارن و اشاره میکنن بهش، سنتی بودن خانوادهیه که این ماجرا روش اتفاق میفته و خشونتی که ما در فیلم میبینیم. فیلم توی یک فضای بسته است، یک خونه، چند تا آدم، و خود این بار در واقع معنای قصه رو میتونه به سمت تمثیلی شدن و برداشتهای تمثیلی پیش ببره، ولی معناش این نیست که فیلمساز چنین چیزی میخواد و لزوماً همینه که مخالفان میگن. این ما با چند تا آدم طرفیم، یک خونه، یک خانواده. نکته‌ای که مهمه اینه که باید بهش دقت کنیم اینه که ما با یک خانواده طرفیم، یک خانواده، نه لزوماً خانواده ایرانی. نمونه موردی لزوماً میتونه این نباشه. یک خانواده است که فیلمساز به عنوان یک ماجرای داستانی و دراماتیک داره بهش نگاه میکنه. اتفاقی که میفته اگرچه ریشه در واقعیت داره، ولی فیلمساز داره با بال و پر دادن، شاخ و برگ دادن، درام رو تقویت میکنه تا یک فیلم به ما نشون بده. بسیار. آقای فرمانارا، شما هم تجربه توقیف دارین، از تجربه خودتون بگید که فیلم های شما هم اجازه پخش پیدا نکردند. ببینید، این یک بیماری است که ما مدت ها گرفتارش هستیم. یعنی ما یه ملوک و توایفی فرهنگی در مملکت حاکمه که شما میتونید در تهران به فیلمتون جایزه بگیره، در مشهد شلاق بخوریم برای همون فیلم. تا این مسئله حل نشه و 40 سال گذشته و هنوز حل نشده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی سینماست و قاعدتاً باید حرفش خونده بشه سراسر ایران، ولی شما میبینید یه فیلمی رو در کرمان میخوان نشون ندن، در جای دیگه نشون میدن. و در مورد فیلم آقای عیاری که از موقعی که فیلم 8 میلیمتری میساخته، فیلمساز خوبی بوده، فیلمساز فوق‌العاده‌ای و تو ایران داره کار میکنه، این شل کنسپت کن در مورد اکران یک فیلم واقعا باعث تأسفه و ما نمیدونم که از شهرش خلاص میشیم، به خاطر اینکه یک نفر در یه جایی میشینه و میگه که منظورش اینه. حالا بر اساس این منظور یا حد زدن، شما میبینید فیلم از اکران میاد پایین و هیچ کم جوابگو نیست که آقا کی بود که این کار کرد، کی بود که شکایت کرد. و این سر فیلم خود من خانه ریاب آمد، سر فیلم های دیگه اومده که پیش قاضی هم که میری میگه من فیلم ها ندیدم، میگن که خب میتونم شکایت رو ببینم، نه اونم نمیتونین ببینین. خب این چیز نیست و این فیلم استثنا نیست، ولی فیلم بسیار خوبیه و باید نمایش داده بشه. حالا چرا بعد از 12 سال باز یه کسی آمده و یه همچین کاری کرده و یه همچین خب. رأی داده؟ این گرفتاری سینما ایرانه. گفتید که روبروی قاضی هم میستادید به خاطر فیلماتون، چی میشه که قوه قضاییه وارد میشه؟ من برای خانه روی آب دادگاه رفتم و از قاضی پرسیدم که آقای قاضی شما فیلمو دیدین؟ گفت نه. گفتم شما میتونین به من بگین که کی شکایت کرده؟ گفت نه. گفتم پس من تکلیفم چیه؟ 2 سال طول کشید تا بالاخره یه هیئت 16 نفری در وزارت ارشاد نشستن و فیلمو دیدن و گفتن اینجا و اینجا و اینجاشو در بیارید و بالاخره فیلم اکران شد. ولی همون روزی که اکران شد، باز
نزدیک های ظهر در صورت دیگه اومد که این فیلم نمایش داده نشه. بسیار خوب. اینه که این گرفتاری برای یه نفر نیست، ولی در مورد فیلم آقای عیاری واقعا کم لطفی شده. آقای صفاریان، آقای فرمان‌آرا به ملوک و طوایفی فرهنگی اشاره کردن. آقای روحانی وقتی میخواست بیاد سر کار دو بار در دو مقطع خیلی تاکید داشت که اهالی کار سینما و فرهنگ باید به اهالی سینما و فرهنگ واگذار بشه. دلیل این تعدد مراکز تصمیم گیری چی از نظر شما؟ برخلاف اون تصوری که عموما اهالی هنر دارن که همه این تصمیمات باید در جایی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بشه، نهادهای دیگه هم در این تصمیم گیری ها و تطبیق سازی ها میخوان شریک باشن. این مشکلی است که در همه این سال ها وجود داشته، با تغییر دولت ها گاهی کمتر میشه و گاهی بیشتر. در این مورد خاص فارغ از اینکه توقیف فیلم رو در واقع دلیلش رو اصلا موجه بدونیم یا ندونیم، من فکر میکنم اشتباه در واقع بزرگی که اتفاق میفته ورود قوه دیگر غیر از در واقع دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. اینکه حتی اگر قرار جلوی این نمایش گرفته بشه، با استفاده از سازوکارهای درون وزارت ارشاد میتونه این اتفاق بیفته، به خصوص در مورد فیلمی که فیلمسازش قبلا مجوز گرفته، مسیرها رو طی کرده، به اصلاح تن داده طبق گفته وزارت ارشاد. و اینجا خیلی علامت سوال پیش میاد برای همه که چرا از یک جای دیگری جلوی این نمایش رو میگیرن. ضمن اینکه یک چیزی رو شاید خیلی از بینندگان ندونن، اینه که در شوراهایی که در وزارت ارشاد وجود داره، شورای پروانه ساخت، شورای نمایش، این گونه نیست که فقط اعضای از شورای وزارت ارشاد باشند. این شوراها از جاهای دیگر، نهادهای دیگر، نگاه‌های دیگر توش حضور دارند. یعنی نهادهایی که بیرون از وزارت ارشاد هستند، برای ساخته شدن یک فیلم نظرشون رو موقع میدن، برای پروانه نمایش میدهند و حتی بیرون از چارچوب نهادهای دیگه در وزارت ارشاد همیشه سلیقه‌های جناح مخالف، جناح مقابل هم توی این شوراها لحاظ میشه. مثلا بعد از سال 92 و دولت جدید همه یادشون هست که خب آقای جمال شورجه که منتصب به جناح مقابل بود در شورای سینمایی بعدی باقی موندن. برای این نگاه طرف مقابل هم قرار بود حفظ بشه و این تعجب رو برای اینکه مشکل پیش میاره بیشتر. آقای فرمان‌آرا، برداشت من از حرف شما این بود که دست کم در این مورد و مورد خود شما قوه قضاییه وارد شده، گره از اونجا ایجاد شده. تا چه اندازه باز کردن گره دست قوه قضاییه است؟ مثلا آقای انتظامی از رئیس قوه قضاییه خواستند وارد بشه. والا این بلوک و دوایفی که من راجع به صحبت کردم فقط در مورد سینما نیست، در مورد کتاب هست، در مورد نمایش هست، در مورد همه اینها هست. و این گره یک گره کوره، برای اینکه بالاخره اگر بعد از 40 سال هنوز این گره باز نشده، یه اشکال اساسی در ساختاره. آقا تالاهی نه انقلابی با یک کتاب شده یا با یک فیلم یا با یه چیز موسیقی یا با یه تئاتر. همیشه زیربنای هر حرکت اجتماعی اقتصاده. حالا اینکه این فیلم رو چند نفر ببینن، با چه شرایطی ببینن و نبینن، هیچ تأثیری در روند روزانه زندگی مردم یا اجتماع نداره. ولی این آقایون مصرن که نه، این مزاحمه، داریم به ما میزنید. و الا چرا اصلا حکومتی باید حکم زندان برای یک فیلمساز بسازه؟ آقا شما اگر نمیذاری یک کسی فیلم بسازه، خب نمیسازه. ولی اگر بعدن ساخت، نه این باید زندانی بشه، نه باید ممنوع خروج بشه، هیچ کدوم اینا. آخه کجای دنیا کارگردان ممنوع خروج میکنن بابت یه فیلم؟ هیچ جای جهان اینطوری نیست. ما و این بیشترش برمیگرده به همون چیز علوم طوایفی که جناح‌های مختلف با هم موافق نیستن و
ما 40 سال گذشته، ولی هر وزیر فرهنگ و ارشاد اصلاح که میاد دیگه قبلی ها خیلی بد کار کردن. اما بالاخره یه جه بشتیره باید توافق بکنیم که این چیزی که دست شماست اقلا چی میخواییم بگیم. ممنونم از بهمن فرمانارا، کارگردان از تهران با ما، و همینطور از همین شهر ناصر صفاریان، فیلمساز و منتقد سینما. مانی، پیامبر ایرانی در سده سوم میلادی، آیین تازه‌ای پدید آورد. او بر این باور بود که دنیا محل نبرد دو نیروی روشنایی و تاریکی است که در نهایت به نابودی ماده و رهایی روح منجر می‌شود. شاپور یکم، امپراتور ایران، به مانی اجازه داد آیین خودش رو در امپراتوری تبلیغ بکنه، ولی بعدها با فشار روحانیون زرتشتی بهرام یکم مانی رو زندانی کرد. در نوشته‌های گوناگون اومده پیکر مانی بعد از مرگ از دروازه گندی شاپور آویزان شد و پیروان او سرکوب شدند. به تازگی در پایتخت جمهوری ایرلند نمایشگاه ویژه مانی سازماندهی شده که در اون اسناد منحصر به فردی در دید مردم قرار گرفته. پژمان اکبرزاده گزارشی داره از این نمایشگاه. دقیقاً 90 سال پیش این نسخه های شکننده پاپیروس در شمال مصر کشف شدند. دستنوشته هایی بر جای مانده از حدود سال 400 میلادی که انقلابی در شناخت اندیشه های مانی، پیامبر ایرانی، پدید آورد و در نهایت از موزه چستر بیتی در دوبلین سر در آورد. یکی از مهمترین بایگانی های نسخه های خطی در دنیا که تلاش طاقت فرسایی برای حفظ و مرمت دستنوشته های مانی انجام داده. مانی در دین خود ایده هایی از آیین زرتشتی، مسیحی و بودایی را در زمینه وجود منجی، دو نیروی نیک و بد و تناسخ پیوند داده بود. تبلیغ این دین گرچه به شکل جدی در امپراتوری ایران در دوره ساسانی آغاز شد، اما در مدتی کوتاه پیروان بسیاری از آسیای میانه تا اروپا پیدا کرد. می توانیم به آیین مانوی به عنوان نخستین دین جهانی بیاندیشیم. فکر می‌کنم یکی از دلایل این بود که مانی در میان رودان رشد کرد، منطقه‌ای که گرچه در آن زمان بخشی از امپراتوری ایران بود، ولی محل برخورد فرهنگ‌های ایرانی، یونانی، رومی و آرامی به شمار می‌رفت. او زرتشت، بودا و مسیح را به عنوان پیشینیان خود اعلام کرد. بسیاری از پیروانش دو زبانه بودند و پیش از آن که به آیین او ایمان بیاورند، زرتشتی، مسیحی یا بودایی بودند. در نتیجه مانی توانست به سرعت ایده های خود را با باورهایی که مردم پیشتر به آنها معتقد بودند هماهنگ کند. موزه چستر بیتی در 90مین سالگرد کشف دستنوشته های مانی یک نمایشگاه 6 ماهه برای شناساندن دوباره این آثار برگزار کرده. در کنار نمایشگاه، هفته گذشته یک همایش نیز برای بررسی نتایج پژوهشی دستنوشته ها در دوبلین برگزار شد. همایشی که با یاری انجمن جهانی مانی شناسی در آلمان سازماندهی شده بود. گرچه مانی به عنوان یک پیامبر ایرانی شناخته می شود، اما هیچ یک از سخنرانان و شرکت کنندگان در این همایش ایرانی نبودند. آیین مانی در سده 15 میلادی محو شد و امروز پیروانی به شکل شناخته شده در دنیا ندارد. مانویان هر جا رفتند به عنوان بدعت‌گذاران در دین با آزار مواجه شدند. کتاب‌هایشان سوزانده می‌شد و در واقع تا حدود 100 سال پیش ما به نوشته‌های اصلی مانویان دسترسی نداشتیم. در سده گذشته کشف‌های تاریخی این فضا را دگرگون کرد. دست‌نوشته‌های قبطی در مصر پیدا شدند. دست‌نوشته‌های پهلوی و سغدی در تورفان و دست‌نوشته‌های چینی در دونهوانگ. هر دو در آسیای میانه. با همکارانم ایان گاردنر و جیسون بدون در حال کار روی یکی از مهمترین دستنوشته‌های قبطی هستیم که اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره تأثیر مانی از سرچشمه‌های ایرانی به دست می‌دهد. برای نمونه او از قانون زرتشت سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد با اوستا در پیوند باشد. موزه چستر بیتی برای نمایشگاه مانی بجز نمایش نسخه‌های منحصر به فرد خودش، اشیایی که در مراکز فرهنگی دیگه در اروپا در رابطه با مانی وجود داشته را هم به امانت گرفته. یکی از این آثار یک مهر کریستال از بایگانی کتابخانه ملی فرانسه است که تصویر مانی رو با نوشته‌هایی به خط آرامی پیرامون اون نشون میده و در اون نوشته شده مانی پیام‌آور عیسی مسیح. پژمان اکبرزاده، دوبلین، جمهوری ایرلند. از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید از تک تک شما سپاسگزاریم.